مبحث شیرین مالیات. توی ایران چقدر مالیات میدیم؟ فرقی میکنه بچه داشته باشیم؟ فرقی میکنه مجرد باشیم؟ فرقی میکنه ازدواج کرده باشیم؟ چجوری باید مالیات بدیم؟ خودش کم میشه یا ما باید به این پرداخت کنیم؟ اصلا ارزش داره دنبال حقوق بالاتر باشیم یا همش رو باید مالیات بدیم؟ یه اندازه از همه مالیات کم میشه؟ یا نه؟ متفاوته. امروز قرار جواب این سوالا رو بدیم. سلام بچه ها، امیدوارم حال همگی خوب باشه. همونطور که میبینید امروز من با دوست و همکار عزیزم علی عزیزم برگشتم، به خاطر اینکه یک سری از اطلاعات رو راجع مالیات من میتونم بگم، ولی از اونجایی که علی تخصص عجیبی در محاسبه مالیات ایرلند پیدا کرده، من ازش خواهش کردم که بیاد یه مبحثی رو توضیح بده که توضیحش برای من یه کمی کار سختی بود. بنابراین اگر سلامی هست شروع کن تا من شروع. بله، سلام عرض کنم و دوباره برگشتم. بله، این دفعه میخواییم در مورد مالیات صحبت کنیم، مبحث پیچیده مالیات. واقعا پیچیده مالیات. همین اول بگیم که بچه هم اینجا ما نمیتونیم تمام جزئیات مربوط به مالیات توی ایرلند را توضیح بدیم، به خاطر اینجا واقعا حتی حسابدارا هم نمیتونن تمام مباحث مربوط به مالیات رو توضیح بدن، ولی ما میتونیم بهتون تا حدود مثلا 80% 90% توضیح بدیم که چطور از یک جایی به بعد مالیاتتون رو حساب کنید. برای چی میگم از یک جایی به بعد؟ به خاطر اینکه وقتی شما از اواسط سال شروع به کار میکنید خواهید دید که حقوقتون هی بالا و پایین میشه. یعنی ممکنه یه ماهایی خیلی اولش حقوق زیاد بگیرید، یه جاهایی حقوق کمتر بگیرید، و این دلیلش رو حتما علی در ادامه براتون توضیح میده که چرا این اتفاق میفته. اما از اونجا به بعد که ثابت میشه میتونیم بیشتر توضیح بدیم که چطوری یه حدودی دستتون بیاد که کلن بدونید که در مالیات بر درآمدتون به صورت تقریبا ثابت چقدره. اینو بدونید که مباحث زیادی مثل تعهد، مثل فرزند، مثل بیمه و مثل سال تولدتون حتی تأثیر داره توی مالیاتتون. حالا اگر که بخوام چند تا نکته مهم رو همین اول بگم، اینه که از دانشجوها شروع میکنم. دانشجوها مالیات پرداخت نمی کنن توی ایرلند. این هم خوبه هم بده. دلیل این که خوبه که خب خیلی واضحه، هر آن چیزی که به عنوان فاند دریافت میکنن به صورت کامل مبلغ رو دریافت میکنن بدون کسر مالیات. اما یک مسئله هم هست که این میتونه از یک دید دیگه بد هم باشه، به خاطر اینکه توی کشورهای دیگه ای که از شما مالیات کسر میشه وقتی که دانشجو هستید، شما به عنوان شهروند حساب میشید معمولاً، و این در روند شهروند بودنتون محاسبه میشه، در 3 سالهای شهروند بودنتون محاسبه میشه. اما توی ایرلند همچین چیزی وجود نداره و متاسفانه مثلا بچه های پی‌اچ‌دی که حالا بیشتر با فاند میان، جز 4 سال پی‌اچ‌دیشون جز به شهروندیشون حساب نمیشه. پس این هم یه اطلاعات دیگه. خب من حتما یه چارت کامل براتون میذارم وقتی که این چند تا مورد رو بهشون اشاره کردم. دونه دونه میریم با هم دیگه بررسی میکنیم. اگر که مجرد باشید، تا درآمد 35300 یورو 20% مالیات میدین. یعنی 20% این مبلغ حساب میشه و این در مبلغ 35300 یورو درآمد سالیانتونه و قبل از کسر مالیات دیگه مشخصن 20%. اما ما به تفاوتش، یعنی هر آن چیزی که بیشتر از 35300 یورو در بیارید بهش 40% مالیات میخوره. بچه اینطوری نمیشه که اگه شما 40000 یورو در بیارید به کلش 40000 یورو مالیات بخوره. به 35300 یورو 20% و به ما به تفاوتش 40% مالیات میخوره. البته که به همین سادگی نیست، علی میگه براتون. این فقط مباحث خیلی ابتداییشه. اگر که متأهل باشید، متأهلی ها 2 تا قانون براشون وجود داره، متأهلی های تک حقوقی و متأهل های دو حقوقی. متأهل های تک حقوقی
یعنی اگر که من کار نمی کردم یا اگر علی کار نمی کرد، که خدا رو شکر فعلا جفتمون کار میکنیم، اگر یک کدوممون کار نمی کردیم تا 44,300 یورو می شد 20% مالیاتمون. یعنی اگر ما یک درآمد داشتیم تا 44,300 یورو 20% مالیات پرداخت میکردیم و دوباره ما به تفاوتش میشد 40%. میریم سراغ متأهل‌های دو حقوقی. متأهل‌های دو حقوقی یعنی وقتی که من و علی داریم با هم یه کار میکنیم و مجموع درآمدمون تا وقتی که به 70,600 تا میرسه در سال، به این 70,600 تا 20% میخوره. چرا؟ چون این میشه همون 35,300 تا به ازای هر نفر. پس به مجموع 70,600 تا 20% مالیات میخوره و به مابه و تفاوتش 40% مالیات میخوره. و یه حالت دیگه هم وجود داره، خانواده های تک سرپرست. برای خانواده های تک سرپرست تا 39,300 یورو 20% مالیات میخوره و به بیشترش 40%، به مابه و تفاوتش 40%. من این جدول رو حتما براتون میذارم. یه چیزی بگم که بچه ها، تکرار میکنم، این قضیه که تکس اصلا به همین سادگی نیست و یه چند تا نکته ای که اهمیت داره دونستنش اینه که این قضیه متأهل بودن و دو درآمد بودن به همینجا ختم نمیشه، چون ممکنه که یک نفر 25,000 یورو حقوق بگیره، یک نفر مثلا 80,000 یورو حقوق بگیره. شما حتما باید برید توی سازمان، توی سایت رونیو، سایت رونیو ثبت میکنید هر دو اکانتتون رو، درآمد هاتون رو ثبت میکنید، اسم شرکت رو ثبت میکنید. ممکنم هست که شرکت براتون این کار انجام بده که خیلی کمه، بعیده، چون اطلاعات شخصی میخواد. باید هر دو برید توی سایت ROS، توی سایت رونیو یا مالیات بر درآمد یا مالیات ایرلند، حقوقتون، اطلاعات شرکتتون، تمام اینها رو ثبت کنید. مرید بودنتون رو باید برید توی سازمان مالیات یا مرید بودن یا پارتنر بودن، فرق نمیکنه. یعنی ازدواج هم نکرده باشید بازم میتونید برید ثبت کنید. توی سازمان مالیات ثبت میکنید و حالا چه اتفاقی میفته؟ اگر من 20,000 یورو حقوق بگیرم، علی 80,000 یورو حقوق بگیره، به علی در صورتی که بیاد اضافه گپ منو پر کنه کمتر مالیات میخوره. گپ منو پر کنه یعنی چی؟ یعنی من 20,000 یورو تا 35,300 یورو یه تفاوت 15,300 یورویی دارم. علی میتونه بیاد اون رو از حقوق خودش به حقوق من انتقال بده و در این حالت ما داریم کمتر مالیات میدیم. پس اگر که اومدین اینجا و اگر هر دو کار میکردین حتما برید ثبت کنید. بچه ها دوباره بگم، اگر که هر کدومتون، حتی اگر متأهل بودید تک حقوقه، تو مالیات، تو سازمان مالیات برید ثبت کنید فرما رو و سایت ها رو هم برید ثبت کنید خودتون رو، به خاطر اینکه این قوانین وقتی ثبت میشه، وقتی براتون اعمال میشه که حتما ثبت شده باشه تمام اطلاعات و مدارک آپلود شده باشه. و در آخر نکته مهمی که من دوست دارم بگم، دو تا نکته مهم دوست دارم بگم، ولی یکیشو بعد از اینکه علی توضیح داد میگم، و یکی دیگه اینه که آخر هر سال یه فرمی وجود داره به اسم P60. میتونید برید تو همون سایت رونیو و فرم P60 رو پر کنید و اون وقت تمام مدارکتون رو آپلود میکنید و ما به تفاوت رو اگر که وجود داشته باشه، اگر که نرفته باشید تصفیه حساب کنید، براتون برمیگردونن. یعنی اگه شما مالیات زیادتر پرداخت کرده باشین بهتون برمیگردونن آخر سال. حالا من از علی میخوام که یه مفهوم جدیدی رو براتون توضیح بده، چون تمام مالیات به همینجا ختم نمیشه. یعنی عددهایی که من گفتم بیسیک محاسبه مالیاته، ولی همینجا و به همین موضوع ختم نمیشه. حالا علی بیشتر در مورد تکس کردیت برامون بگو.
آره، من میخوام در مورد تکس کردیت صحبت کنم، ولی قبلش یه چند تا نکته رو میگم. اینکه جوینت، یعنی اینکه دو نفر با هم دیگه ازدواج کردن رو بهش میگن جوینت، اینو که شما ثبت میکنین، این اتفاقی که سارا گفت میفته، یکی حقوقش کمتره و یکی حقوقش بیشتره. یکی حقوقش کمتر از 35300 تا است، یکی حقوقش خیلی بیشتر از 35300 تا است. این گپ رو به قول سارا میشه جابجا کرد، ولی همونطور که گفت پارتنر باشین یا مریت باشین، اینو باید تو رونیو ثبت کنین. و اون فرم P60 هم که گفتش یه اصطلاح حقوقی P60، اینجا مثلا تو سایتش برین میگن تکس کلیمه، تو سایتش به عنوان تکس کلیم مینویسه، برای 4 سال گذشته میتونی کار بکنی، ولی خب اگه مثلا از 4 سال گذشته باشه دیگه سوخته، دیگه نمیتونی کارش بکنی، ولی خوبه که هر سال این کار بکنی یا ادامه بدی. نکته خوبی بود، به خاطر اینکه من همونطور که توی صحبت‌های روزمره در مورد صحبت می‌کنیم صحبت کردم، اینم خوبه که بشنوید، به خاطر اینکه اگر اومدین اینجا با یک آیریش صحبت کردیم، با یک کسی که قبلا اینجا بوده و بهتون گفت P60 اینطوری نمی‌شد که اوکی P60 چیه، چی شد، آره چرا اینطوری شد. حالا بریم سراغ بحث شیرین، چون این قصه شیرینه. تکس کردیت چیه؟ دولت ایرلند به خاطر مسائل مختلف، موارد مختلف، و میاد به شما یه مزیتی میده که از تکس سالانه شما یه عددی کم میشه، مثل بخشودگی مالیاتی. آره، مثل بخشودگی مالیاتی. حالا ما یه سری انواع مختلف تکس کردیت داریم. بیسیکش میشه تکس کردیت هایی که تقریبا همه اونایی که تو ایرلند کار میکنن دارن. هر کسی که تو ایرلند کار میکنه 3300 یورو بخشودگی مالیاتی داره و این به اکثر کسایی که کار میکنن تعلق میگیره، به یه سری ها تعلق نمیگیره، ولی میتونم بگم به اکثر کسایی که کارمندی میان اینجا توی شرکتی کار میکنن، ماهایی که مهاجریم اینجا اجازه کار گرفتیم، به همه ما تعلق میگیره. از این 3300 یورو 1650 یورو تکس کردیتیه که به از طرف به شرکت داده میشه، یعنی بابت پولی که به شما میده تکسش، شما تکسی بابت اون پول نمیدین، واسه 1650 یورو در سال. 1650 یورو هم به شخص شما داده میشه که مجموعش میشه 3300. این بیسیکشه، ولی در کنار این موارد خیلی زیادی وجود داره که به افراد مختلف تکس کردیت داده میشه. مثل کیا؟ مثل کسایی که شغل‌هایی دارن که این مشاغل هزینه جاری داره و هزینه مصرفی داره، ولی یه لیست کاملی داره این شغلا و این توی سایت خود رونیو وجود داره لیستش و موارد مصرفی هم که بهش تکس کردیت میخوره هست. مثلا راننده اتوبوس ها یه لباس فرم میدارن، اون لباس فرمه رو گاهن بعد خودشون برن بخرن و اون خریدی که انجام میدن بابتش تکس کردیت میگیرن و سالانه درست داره دولت پولو به صورت تکس بهشون برمیگردنه. یه حالت دیگه اینه که شما وقتی قرارداد امضا میکنین، خب خیلی از کسایی که میان اینجاش میرن توی شرکتی شروع میکنن کار کردن و یه قراردادی امضا میکنن و تو قراردادشون ذکر شد که مالیات رو شرکت پرداخت میکنه، یا اینکه اگر از خود حقوق شما کم میشه شرکت از طرف شما مالیات رو پرداخت میکنه. فرقش چیه با اینکه خودتون مالیات بدین؟ فرقش اینه که این مبلغ قبل از مالیات از حقوقتون کم میشه، پس شما بدونی که مالیاتشو بدین داریم این پول رو خرج میکنیم. مثلا چی؟ مثلا اگر شما 1000 یورو در سال میخواین بیمه بگیریم، این مبلغ بیمه که میخواین بگیریم اگر مالیات ازش کم بشه بعد شما پرداخت کنین، انگار شما 1400 یورو پول پرداخت کردین، ولی اگر ازش کم نشده باشه 1000 یورو دادین و انگار 400 یورو سود کردین. به علاوه اینکه این اتفاق میفته تو قراردادتون، شما میتونید از شرکت نامه بگیرین که شرکت داره این کارو میکنه، از طرف شما مالیات پرداخت میکنه و لیست مالیاتی و لیست بیمه شرکت هم بگیرین و این رو تو سیستم رونیو ثبت کنین. اینجوری به ازای پولی که داره از حقوقتون کم میشه به شما یه تکس کردیتی برمیگرده. حالا اگه 2000 تا باشه ممکن 2000 یورو در سال شرکت براتون داره بیمه میده، ممکنه 400 یورو یا حالا 300 خورده ای به شما تکس کردیت برگره، که خب یعنی سالی 300 خورده ای به شما داره پول اضافه تر میده شرکت از طرف دولت.
این هم یه تکس کردیت دیگه است. تکس کردیت های دیگه ای هم هستش که من تو جزئیاتش نمیرم، فقط اسم میبرم، مثل کسایی که نابینا هستن یا کسایی که معلولیتی دارن یا خونه‌ای دارن که یه اتاقش رو اجاره دادن. جالبه، شما اگه یه خونه داشته باشین یه اتاقش رو اجاره بدین، تکس کردیت میگیرین، یعنی از تکس اون پولا رو نمیدین، یعنی در واقع هم اجاره دارید میگیرید هم یه چیزی دیگه ای دارید میگیرید. چون که درست به یکی کمک کردین خونه دار بشه، خودتون خونه از خونه خودتون دادین، این کمک رو دولت بهتون میکنه. موارد دیگه ای هم هست، مثل اینکه حالا یه پیر مردی داشته باشین یا پیر زنی، پدر بزرگی مادر بزرگی تو خونه داشته باشین، مراقبت احتیاج داشته باشه، به اینا تکس کردیت تعلق میگیره. و عموما تکس کردیت به همین شکلیش شما میرین تو سیستم ریونیو ثبت میکنین و خودش اتوماتیک اضافه میشه به حساب کتاب مالیاتیتون، اضافه میشه شرکت هدف میخواد حقوق پرداخت کنه، اونو همش حساب میشه و شما لازم نیست دیگه کاری بکنین. بعد یه مطلبی رو سارا اولش مطرح کرد که شما حقوقتون بالا پایین ممکنه بشه، در طول یک سال ممکن ثابت نشه، مخصوصا اگه از وسط سال شروع به کار بکنین. از وسط سال وقتی شروع به کار میکنین یه تکس کردیت سالیانه ای که گفتم 3300 تا رو شما ثابت دارین، حالا وقتی از وسط سال کم شروع میکنین به کار کردن ماهانه دارین حقوق میگیرین، اون 3300 تا تو ماهای کمتری سرشکم میشه چون ماهیانه حساب میشه، مثلا 3300 تا تقسیم بر 12 میشه اگه 12 ماه سال کار کنین، ولی اگر که مثلا دارین 7 ماه از سال کار میکنین از وسط سال شروع کردین، تقسیم بر 7 میشه 3300 تا و مثلا همین حقوق بیشتری میگیرین. بعد یه آخر سال میشه حالا تک کردیت ها صفر شده، شما دوباره میخواین 3300 تا تقسیم بر 12 از حقوقتون کم میشه، میبینین من دارم مثلا تکس بیشتری پرداخت میکنم. و بعد اون موقع که ناراحتی رو ناراحتی هم باشته میشه و هر دفعه که این تکس کردیت ها رو شما اضافه میکنین، مثلا یهو شرکت بهتون میگه که حالا از این به بعد میخوایم بیمه کنیم، میرین این تکس کردیت بیمه رو اضافه میکنین، یه غم بیشتر نه شادیه، چون از اینجا به بعد شما اون تکس کردیت بیمه رو حقوقتون اعمال میشه و حقوق بیشتری دریافت میکنین، ولی خب دوباره آخر سال اونم سرشکم میشه به تعداد ماهای سال و حقوق تکس بیشتری پرداخت میکنین. این کلیت داستان بود. تو دیتیلش بخوای بری خیلی باید صحبت کنیم، خیلی مسائل مختلفی هستش که میشه استفاده کرد، خیلی موارد زیادی هستش که میشه بابتش تکس کردیت گرفت، ولی من تا همین حد آره فکر میکنم واقعا تا همین حد هم کفایت میکنه. چون مهم حساب کردن کلی درآمد خالصی که میتونین داشته باشینه. من چند تا نکته رو بگم. یک، وقتی یکی بهتون میگه که حقوق من 100,000 تاه یا من ماهی 5,000 تا 7,000 تا 10,000 تا میگیرم، اینو قبلا هم تکرار کردم، حتما بپرسید قبل مالیات یا بعد مالیات اگر که میخواهید بر اساس اون تصمیمی بگیرید، حتما بپرسید اینو. این از این. دو، یکی این که من براتون یه لینک میذارم توی دسکریپشن که لینک PwC هست. PwC جزه ادارات خیلی بزرگ فایننس دنیاست، جز کمپانی های خیلی بزرگ فایننس مالی دنیاست و این یه اینکام تکس کلکیلیتر داره و در واقع یه ماشین حساب داره که میتونید برید اونجا بزنید و تکستون رو حساب کنید. حواستون باشه که من سعی میکنم یه فیلم بگیرم در ادامه همین وسط همینجا بذارم که چطور میتونید ازش استفاده کنید، چون یه کوچولو ممکنه که گیر و گور داشته باشه. حواستون باشه که ممکنه یکم بالا و پایین باشه و علاوه بر جدولی که گفتم بهتون میذارم، چند تا کیس استادی هم میذارم، یعنی کیس استادی رو میذارم لینکش رو که برید بررسی کنید ببینید که کدوم یکی از این داستان ها بیشتر به داستان زندگی شما نزدیکه که راحت تر بتونید درک به دست بیارید که چطور میتونید این مالیات رو حساب کنید. بچه برای خود من خیلی واقعا راحت این راهش حساب کردن مالیات هم یک علیه، به خاطر اینکه خیلی همه اینا رو حساب کرده که میدونه. دو، PwC income tax calculator به خاطر اینکه خیلی راحت میاد محاسبه میکنه و تقریبا خیلی نزدیک، یعنی واقعا با واسطه 100 یورو 200 یورو تفاوت میاد بهتون میگه، ماکسیمم 200 یورو. این از این من بگم، اینکه PwC هم بازم tax credit ها رو فقط بیمه شد،
چیز میکنم. آره برای همین گفتم خیلی نزدیکه دیگه. آره نزدیکه ولی خب دقیق نیست. PwC Tax Calculator اگه که سرچش کنید میبینید که لینکش رو توی گوگل اولین لینک من میذارم، لینکش رو توی دسکریپشن و میاد اینجا و میزنید calculate your tax. مثلا من میخوام در ساده ترین حالت، در ساده ترین حالت برای یک کسی که مریده، مرید بوده توی 2020، 30 سالش بوده حساب کنم. میگه که آیا درآمدی داریم؟ بله دارم. مثلا 50,000 تا دارم. هیچی وارد نمی کنم. ولی شما هر چیزی که دارید باید وارد کنید. اگه پنشن، اگر که بازنشستگی دارید، اگر که سلف ایمپلوید هستید، بچه تکس سلف ایمپلوید کاملا متفاوته. سالیانه باید بدی و خودت باید بدی. خیلی متفاوت قضیه. شاید یه بار در موردش صحبت کردم. و آیا اسپوزت، همسرت، پارتنرت درآمدی داره؟ بله داره. چقدر داره؟ مثلا دو برابر. 100,000 تا. حالا دوباره میگه که اگه پنشن داره دریافت میکنه، اگه که سرمایه گذاری جایی کردید، اگر که هم هلس اینشورنسی دارید، اگر که نابینا هستین، اگر که وابستگانی دارید مراقبت میکنید، همه اینا همونطور که علی گفت توی این گزینه ها هست، میتونید بزنید و حساب کنید. اگر از وسیله شرکت دارید استفاده میکنید، اگر که بیمه ای دارید میتونید بزنید و مبلغش رو مثلا بزنید. چند نفر از مثلا چند نفر تحت پوششتونن، چند تا بچه تحت پوششتونن، چند نفر بزرگسال تحت پوششتونن و همه اینها رو بزنید. درست اینا رو الان من وارد نمی کنم، ولی شما بزنید حتما اگر که میخواید تکستون رو دقیق به دست بیارید و بعد میزنید calculate my tax. خب ای بر فرض این که هیچ کدوم از اونا رو نزنید، ولی یه کسی که داره 50,000 تا و 100,000 تا، دو نفری رو هم دیگه 150,000 تا میگیرن، خیلی راحت میبینید که 45,879 تا، یعنی تقریبا یه دونه حقوق 50,000 تایی رو دارید، 51,000 تا توتال دیتکشن، توتال دیدکشنه، این در واقع تقریبا اون حقوق کمتره رو دارید تکس میدید. و حالا اینجا میتونید ببینید که در تقریبا ماهی 9,813 تا، اگر که بیمه نداشته باشه، اگر همه اونهایی که گفتم حساب نکنید دستتون میاد. بچه ها تکرار میکنم، همه اونها رو حساب نکنید، میتونه بالا و پایین بشه و حساب کنید ببینید که در مجموع چقدر دریافتی دارید. اگر که سوال که تکس کردیتار هم سارا توی دسکریپشن میذاره حتما. اگر که سوال دیگه ای دارید حتما لطفا توی کامنت های پرسید، اگر بتونیم جواب بدیم حتما دریغ نمی کنیم، حتما خوشحال میشیم. اگر که سابسکرایب نکردید ممنون میشم که سابسکرایب کنید، این واقعا کمک میکنه به کسایی که میخوان راه رو پیدا کنن، چون اطلاعات واقعا در مورد ایرلند کمه و تقریبا تا جایی که من میدونم کانال من تنها کانالیه که اطلاعات دقیق، درست و آپدیت از ایرلند داره میده. ایرلند فرصت های بسیار خوبی داره برای بچه های ایرانی. الان خیلی از بچه ها دارن کاری میان، خیلی از بچه ها دارن تحصیلی میان و فرصتیه که واقعا الان یه راه استثنائیه برای این که بتونیم اگر میخواییم مسیرمون رو به مسیر مهاجرت تغییر بدیم توی زندگی، یکم باهاش مسیر رو روشن کنیم. پس لطفا سابسکرایب کنید، لطفا کانال منو به دوستاتون معرفی کنید، لطفا ویدیوها رو لایک کنید. وقتی ویدیوها رو لایک میکنید باعث میشه که الگوریتم یوتیوب خودآگاه بیاد برای افراد بیشتری ویدیوها رو به نمایش بذاره و این کار واقعا کمک میکنه به بقیه. بیاید یکم مسئولیت اجتماعیمون رو در قبال همدیگه بهتر انجام بدیم. این چیزا واقعا نه ازمون هزینه زمانی زیادی میبره، نه هزینه مالی داره برامون، ولی حتما کمک بزرگی برای خیلی است. خیلی ممنونم از اینکه همراهید، خیلی ممنونم که برام کامنت میذارید و مینویسید، به هم فیدبک میدید. حتما همه نظراتتون، من یه نوت بزرگ دارم از سوالاتی که نوشتین که در موردش ویدیو بسازم، یکی یکی دارم جواب میدم. واقعا تفریحات ایرلند یکیش بود، مالیات ایرلند یکیشه، تحصیل تو ایرلند یکیش بود، حتما در مورد کارشناسی ارشد صحبت خواهم کرد. اینا حتما همه سوالاتیه که یک به یک دارم از سوالات شما میرم جلو. خیلی ممنونم از محبتتون، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، روزگارتون خوش باشه.
حال دلتون خوب باشه، روزتون خوش باشه. منم دوباره این کامنت ها هستم چیزایی رو جواب میدم. خوب باشید، خدا نگهدار.